مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، از مسعود پزشکیان خواسته تا توجه ویژه‌ای به نظام آموزشی داشته باشه و عنوان کرده بیش از 100 هزار کلاس درس در مدارس ایران نیاز به مقاوم سازی داره. پیشتر در حالی رضا صحرایی وزیر آموزش و پرورش ابراهیم رئیسی ادعا کرده بود که بهترین و استانداردترین مدارس در ایران هستند، رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به وجود 104 هزار کلاس درس فرسوده در کشور گفته بود حدود 3 میلیون دانش آموز در مدارس تخریبی در حال تحصیل هستند. امیررضا خان محمدی گفته بود 30 هزار مدرسه باید تخریب بشه و 74 هزار مدرسه نیازمند مقاوم سازی هستند. در ارتباط با مشکلات آموزش و پرورش در ایران در این لحظه گفتگویی داریم با آقای نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و از مسئولین سابق در آموزش و پرورش از واشنگتن دی سی. درود بر شما آقای بهرامی. این آماری که در رسانه‌ها از مدارس فرسوده عنوان میشه، مدارس دولتی فقط، بخش بزرگی از مدارس غیر انتفاعی هم در دسته ساختمان‌های ناامن و فرسوده باید قرار بگیره، چرا اصولا وزارت آموزش و پرورش بحث مدارس و ایمنی اون رو اصلا بهش توجهی نمی‌کنه؟ درود بر شما و بینندگان. بله، اشاره درستی به مدارس غیر انتفاعی داشتید. اتفاقا برخلاف مدارس دولتی که خب بسیاری از اینها بالاتر از حتی 60%شون، یعنی همین مقدار مدرسه‌ای که شما در گزارشتون اشاره کردید که تخریبی و فرسوده هستن، ناایمن هستن، مدارس درست حسابی و استانداردمون رو 60%شون رو خیرین ساختن. یعنی شما تصور کنید که دیگه انگار حکومت، انگار جمهوری اسلامی واقعا هیچ کاری برای مدرسه سازی انجام نمیده و هیچ پولی در این حوزه خرج نمی‌کنه. این نکته رو گفتم اشاره کنم در ابتدا. مدارس غیر انتفاعی هم اتفاقا چون اغلب در شهرهای بزرگ هست و شهرهای بزرگ مهمترین عنصری که ساخت یک مدرسه، تهیه یک مدرسه رو دشوار می‌کنه، گرون بودن مثلا اون زمین مسکونیش هست یا گرون بودن ساخت و ساز در شهرها هست. در نتیجه سازمان نوسازی تن داده به این که مؤسسین مدارس غیر انتفاعی میرن و خونه‌های بزرگ ویلایی و قدیمی رو، اینا عمدتاً عمر خیلی بالایی دارن، مثلا در مرکز شهر تهران خیلی از اینا رو من دیدم، اینها رو میارن به عنوان مدرسه اجاره میکنن و سازمان نوسازی چون جمعیت محدودی از دانش آموزا رو این مدرسه غیر انتفاعی جذب میکنن و بار آموزش و پرورش سبک میشه، مهر تایید میزنه بر وجود شرین مدارسی و متاسفانه این مدارس بسیار بسیار خطرناکتر از حتی مدارس دولتی هم هستن. اما اینکه علتش چیه؟ خب واقعیتش دو تا مسئله است. مهمترین مسئله توی بحث مدرسه و اماکن آموزشی در ایران پوله. حکومت هیچ پولی در این حوزه خرج نمی‌کنه و ما در کنار بحث فضای فیزیکی مدارس باید این رو توجه کنیم که از سال 57 تا سال 98 یک آماری رو من رفتم و درآوردم، هزینه کرد حکومت برای آموزش و پرورش 1/5 شده، یعنی به 1/5 کاهش پیدا کرده و این خودش منشأ بسیاری از مشکلات هم از حقوق معلم، هم از اماکن آموزشی و چیزهای دیگه است. شما تصور کنید که چه تصوراتی در مورد آموزش و پرورش ما قبل از انقلاب به یادگار مونده بود. این که مدارس تغذیه های آنچنانی میدادن، این که کسی مثلا 2 کلاس سواد زمان شاه داشت، دستخطش اینجوری بود، سوادش اونجوری بود، اینم از کیفیت آموزشی. ولی الان متاسفانه کار به جایی رسیده که بچه هامون حتی سواد خوندن و نوشتن درست حسابی رو در مقطع آموزش ابتدایی اینها کسب نمی کنن. خب به نکته جالبی اشاره کردین. اگر توجه کنین، درسته که بودجه آموزش و پرورش نسبت به بودجه‌ای که برای مسائل مذهبی یا نظامی در نظر گرفته میشه خیلی کم هستش، اما اون بودجه اصلا صرف چی میشه؟ چون مدارس وضعیتش این شکلی است، معلمان از وضعیت معیشتیشون ناراضی هستند، وضعیت کتابای درسی و وضعیت همه مجموعه‌ای که به آموزش و پرورش وصل هستش همه خراب است. پس بودجه‌ای که تصفیه میشه صرف چه چیزی خواهد شد؟ اتفاقا یکی از بزرگترین بودجه های دولتی هم بودجه آموزش و پرورش، یعنی هر سال اگه بودجه رو نگاه کنید بعد از وزارت بهداشت و گاهی اتفاقا آموزش و پرورش حتی بیشتر هم هست، اما 95% بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه های پرسنلی میشه، یعنی پرداخت حقوق. حدود 1 میلیون پرسنل داره آموزش و پرورش و حوزه ستادیش بسیار گسترده است، یعنی در کنار مثلا هر معلمی که در کلاس تدریس میکنه خب کلی نیروی بیکار هم توی حوزه اداریش هستن و این خب ناشی از نابسامانی مدیریتی هستش که اون حجم بزرگ دولت هستش که در ایران واقعا مشهور زبان زده. و از طرفی ما این بودجه کلانی که اشاره میکنم
خب باز در مقیاس جمعیت دانش آموزی با کشورهای دیگه که مقایسه میکنیم بسیار کمه. یعنی عرض کردم بودجه آموزش پرورش نسبت به وزارتخونه‌های دیگه بیشتره، اونم به خاطر تعدد پرسنل. اما اینکه حکومت چرا نمیاد و بودجه رو بیشتر نمیکنه؟ این بودجه حداقل باید 4-5 برابر بشه. چرا؟ چون شما تصور کنید این همه موشکی که حزب الله و حماس دارن به سمت اسرائیل پرت میکنن و همیشه هم دارن، تموم نمیشه، با چه هزینه هنگفتی توسط جمهوری اسلامی اینا تأمین میشه؟ و در کنارش اصولا این تنش‌زایی در سیاست خارجی خب باعث شده کشور از نظر اقتصادی به ورطه فلاکت بیفته. یعنی واقعا الان تنها عاملی که وضعیت آموزش پرورش رو به این شکل درآورده بیش از 60-70% پوله. یعنی پول اینجا هزینه نمیشه و پولها به سمت دیگه میره، اولویت‌های حکومت جای دیگه است و حدود مثلا مابقیش هم اون اشکالات مدیریتی هستش که در ایران متأسفانه بسیار جدی و عمیقه. آقای بهرامی، حدود یک دقیقه فرصت داریم. وزیر آموزش پرورش ادعا کرده بود بهترین و استانداردترین مدارس در ایران هست. شما در آمریکا هستین، احتمالاً مدارس رو در آمریکا دیدین، فضای آموزشیشون، وسعتی که دارن. آیا میشه اصلا واژه استاندارد رو برای مدارس ایران و فضای آموزشی در نظر گرفت یا نه؟ ابدا. این واقعا این جوکیه که مسئولین جمهوری اسلامی از این جوک ها کم نمیگن. من فقط همین اشاره رو بکنم برای بینندگان که اینجا از سرویس استاندارد مدارس بگیر تا تمام فعالیت های آموزشی کاملا علارغم اینجا نماد سرمایه‌داری هست، آمریکا کاملا رایگان هستش و بسیاری از ایالت ها تفاوت های جزئی دارن اما بیسش رایگانه. و از طرفی اصولا کیفیت مدارس چه فیزیکی و چه آموزشی قابل مقایسه نیست. اینجا مدارسش وسعتشون، استانداردشون، در ایران مدرسه ای هم اگر خیری میسادن با پول خودشون یک کلاسی میر مکعب مستطیلی هستش که خشک و بیرو و هیچی اونجا نیست و دانش آموز واقعا اون ساعاتش رو بسیار بسیار دشوار در مدرسه میگذرونه. اینکه واقعا این یک جوکی هستش که عرض کردم فقط از مسئولین جمهوری اسلامی برمیاد که چنین جوکایی رو به عنوان واقعیت بگن. سپاسگزارم از شما نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و از مسئولین سابق آموزش پرورش از واشنگتن دی سی.